بپرم بالا اینجوری اینجوری بکنم. الان مثل یه مردی خودتو خراب نم. من خودم خراب نمی کنم. من امروز فردا من این اینستاگرام هم میرم. خیلی کار داریم نمیرسیم تو اینستاگرام. یه لایو میذاریم شما ببینید. ماشینتو نشون بده. ماشینو ببینید که چی بشه. الان مثلا ماشین نشون. من نه ماشین تاکسیه توش نشستم. چرا انقدر بی‌عصبی جدیدن؟ خون زیاد از همون رفته. داری فراموش میشی. بشم. چیکار کنم؟ همیشه باید باشیم. داشتی هیچ پولی نشه از سه خانواده اصیل بودی از سه خانواده چی؟ خانواده من اصیله اصیل بودی؟ خانواده من مستخدمی ستیش بابا مامان تو رو میبره تو شخصیت و حرف زدن و راه رفتن و اینا تا بود بی حسابی وارد میشود. آره جنتلمنی مرسی. آره دماغم گنده است با پول نداره عمل کنه. عمل مگه دماغ میکنه مرد؟ به بعضی خدا به خاطر اینو پول نمیده دیگه. دست تو کار خدا میبرید، خدا هم جای پول میرینه تو دستتون میگه برو خرج کن. خب خود خودتو نشون بده جای ماشین. حالا ما خودمونو داریم نشون میدیم یک چونمونه، یعنی نر بیاریم نشون بدیم یا لخشیم سینه همونو نشون بدیم. لوات شبیه قلبه. مرسی. صدا آدم ها حشری میکنن. سلطان بیار بالا پوزتو بدیم. بزرگی الان امریکا نه و ترکیه هم امریکا بزرست باید کشی کن یه دونه باشیم. همین الان تو پیج فن پیجت داشتیم لایوهای قدیمی تو میدیدیم. دمت گم به مولا. دمت گم. شبا کلن بیداری؟ من نه، من همیشه 11-12 شب میخوابم. یه دو ماهی هست اینجوری هم. کدوم وری؟ این وری سه شیشه رو بکش بلا صدات بد میاد. چشم آقا آلپاچینو. آره میگن کیه این آلپای خودمون. تمام ادای همش تو ساله‌ها میگم میرم از اینست. نه دیگه میرم که من تو اینستا نیستم. من اصلا نه لایو میذارم نه اصلا پیج دارم. پیجم هم زدن. بیایم شکار نماز زد قبول بشه قلومت. ما داداش تو اینستاگرام دیگه کارامونو کردیم. الان میریم از چیمونه به علی دایی بگی برو وایسته نوک تیم ملی گل بزن. اون دیگه کلاهشو زده دیگه. الان بعد سردار آزمون ها مهدی طارمی ها اینا بدرخشن. مثلا لازم فوتبالی اونو گفتیم، لازم اینستایی هم دیگه انقدر هستم به ما نوبت نمیرسه دیگه. ما پیر شدیم دیگه دنبال این کارا نیستیم. همین تک و تو که تو ویدیو عکس میزنیم برای طرفدارامون. همین با دو تا چه لایف بذار دوباره هستم با من هم حرف بزن. با هم حرف بزنیم. هر نوع بزنیم ولی زر بدیم پایین. بابا اینجا هوا سرد و گرمه. من تو خیلی بالایی. بابا چند بار خواب تو دیدم. چه خوابی دیدی؟ تو خواب چی میگفتی؟ چی جوری شد؟ موها تو رنگ میکنی؟ نه چرا فکر کنید من موها رنگ میکنم؟ یا مثلا از بس برای دعا میگیرن اینجوری شدی؟ نه بابا چی جوری شدم؟ الان پاشم چون بره نشم شما خوشتون بیاید. وقت داره همه این کارا. الان فعلا وقت این کارا نیست. چند تا لایک داره این کلمه؟ کدوم کلمه؟ درگی شدی کاملا خوب شدی. از اون وقت که درگی شدی کاملا خوب شدی. این پشت سرگرمه میکن حفظ مادر جنده. این مادر جنده اولی سه دیگه گفت الان داره خایمالی میکنه میگه تو سرگرمه میکن. حالا تو که مردی فکر نکنم زن باشی. زن باشی میریدم تو دهنه. پسرم بودی که بعد خونه تمیز میکردی. اون بالای گوی خورد الان اومد خایمالی کرد. خوشم نمیاد ازت. داداش من خیلی دوستت دارم. عشق منی قربونت برم. منم شما رو دوست دارم. داود خیلی خوشگلی. مرسی. قربونتون. خانم ها همه خوب میگن. مردا بد میگن نمیدونم چه. بعضی مردا مثلا حمیده زده داوود کتک خور. خب کسه ننت. مثلا کتک بخورم نخورم. برای تو چی میشه؟ داوود کوچ میزنی؟ نه داداش تریاکی ام. تریاک میکشم اینجوری میشینم میکشم. داداش جذاب. داداش دسترسی بده حرف بزنیم. داداش دسترسی بده حرف بزنیم. دسترسی بده حرف بزنیم. داداش
داداش داود کی؟ میلاد حاتمی بد جوری ترسوندتتون؟ بچه شدی؟ من کیرم تو جمهوری اسلامی، کیرم دهن خامنه، اینو سیف کن بده به خود خامنه. البته هزار نفر سیف کردم، فکر کردم مثلا من کسی ترس دارم پلش. البته تو آدم کسکشاتی هستی چون ریشت ایرانیه، اینجوری داری منو تحریک میکنی که من فوش بدم لایبم بسته شه، ولی نظام اینا ها چشین زیره، اینو یاد بشه. کسکش منو با اون مقایسه نکن، هر کی ما رو زد مبارکش بشه، ما هم هر کی زدیم مبارکمون بشه. هر کی تونست ما رو بگیره زبله بگیره، ببره بکشه، اعدام کنه، بکنه زندان، ولی تو مرداد کسکشه تا آخر اون، بعد مادرت گایدش فوش بخوری. اینا رو بندازم از لایو بیرون، فوش نده داوود، همینی که هست، به تو ربطی نداره. از دیشب استقلال مساوی کرد، نمیدونم چرا داره اینجوری میکنه، ولی به امید اینکه بازی بعدی رو ببریم صعود کنیم. زن نمیخوای بگیری؟ اون موقع که من زن گرفتم تو هنوز گوشی دستت نمیگرفتی. زن بگیرم چیکار کنم؟ بشینه دقم بده؟ اینایی هم که بی احترامی میکنن مثل سگ هایدشون میکنم از لایو میفتم بیرون. سلطان داوی شخصیت تکی تکی قربونت برم. بعد میگی چرا لایو نمیذاری، چرا فلان نمیزنی، انقدر کسکش مرده تو این لایو ریخته نمیشه آدم حرف بزنه. سردار کریمی قربونت برم. باقا بگو نزم بابا، انتر زهر مار لبه بالا چبیه قلبه. میدونم من، خدا خط لب برامو کشیده، چشا رنگی، قیافه خوب. آنه سن شیه گلیو سپتل آراج گلیو شیهنری کالتکن. اوکی کاردشیم. میخواد لامپا رو عوض کنه، بکنه تو کسه ننش، گفت یه ذره برو جلوتر ما بتونیم لامپا رو عوض کنیم. گفتم باش. آخ چقدر گرمه، هرس نخور. الان یه جا وای میستم بچه ها، من جدیدن پیر شدم، نمیتونم هم رانندگی کنم هم لایو بذارم براتون. الان بذار دور میذارم دم اینجا، منتظر دوستم هم بیاد، بعد یه برگر رو ببریم یه جا بدیم امضا کنن. چرا فوش میدی؟ جمع میبندی. کسکش با تو نیستم، اگه فکر کنی تو هم تو اون جمعی کسه نند، جمع میبندی. کسکش من به تو چیکار دارم دور جمع ببندم؟ من میشناسم هر کی کو بخوره میرینم تو دهنش، تعارف هم نداری. هر کی هم با ادب عشق منه، منو فالو کنید ثواب داره. داداش من خیلی دوستت دارم به مولا، یه بار بیالتم بالا قربونت برم. دوست داری بتو با اون، الان بهتون توضیح میدم چی به چیه. چرا هوا گرمه آقا، هی گرم میشه تو که سرد میشه، تکلیف معلوم نیست چونه تو. زبایستم اینجا حالا بریم تو لایف. عشق داداش مشتی هستی قربونت، بگو دیگه چیو بگم. میگم سعید توسی بهت قرآن یادت بده. چقدر بامزه ای تو، کیر کله چقدر بامزه ای. این مثلا برای من زده شیشه فروش، مثلا باز باشم اینجا 100% من یا آبجی تو رو کردم یا کسی که تا حالا دوستش داشتی تو زندگیت من کردمش. من نه این حرفا نمیزدی، تو بمیری از رو عقده این حرفا رو میزنی. کولر بگی داشت، اینجا زمستونه گنده گوز. موقع من کولر میگرفتم تو نمیدونستی کولر چیه. به قرآن اگه تا حالا اصلا کولر رو شنیده بودی، فقط تو خونه نشسته بودی بابات یه پنکه گرفت بود 23 زیر پنکه میخوابیدید. مردم چه سوالایی میپرسن، کسه ننشون. بذار بپرسن داداش، ما یکی دوباره اومدیم استانبول خواستیم ببینیم، نشد داداش. نمیشه دیگه، ما خودمون رو داداش نمیبینیم. منو ببینی که چی بشه. این رو به رو نگاه کنید، یکی دهنه چه موهای باحالی داره، قرمز کرده ماشو. این کسخله جونه تو، املاک کار میکنه.
محیا جان نمیگی خونه جدیده؟ شیر تو کست ننت سعید قربانی سی مادر جنده اللایو بیرون نمیندازمت به خاطر اینکه ننت جنده است، من تو هم اللایو بیندازم بیرون کست کشه بی هیچی ندار. آباش رو ما میخواهد ترکیه از فردا فکر کنم قرنطینه است، 21 روز باید بشینیم تو خونه. داود چطوری؟ داود من پول دارم، کولرمون جنرال، جنرال ژاپنیه، مارک خوبیه. نمیگی دعوا با من دعوای بچه با بهادر نکردم. اینا نمیدونم حالا شما چرا این حرفو میزنید، یعنی میمیرم برای برات. عاشق دارم که خدا رضا گلزار چیه تو یه دونه. ببین منم الان میتونم الان بشینم اینجا، من که الان فیلم بازی نکردم، بدون فیلم ما رو 80 میلیون میشناسن. رضا گلزارم که آرتیست مملکتمونه، من میتونم بشینم اینجا بگم سلام حال شما خوبه، خسته نباش، بله میشه فوش ندین، هرس نخور، بله چش نه هرس نمیخورم، حسادت بد دردیه، صدای آهنگ رو یکم باز کن، چش بله اینجوری میتونم من صحبت کنم. ولی اینقدر آدم زنازاده ما داریم، اینقدر آدم بیشرف داریم، بعد ما نه وابسته به صدا سیماییم، نه وابسته به سینماییم، نه وابسته به ارگانی هستیم که بیایم بگیم ای جواب اینا رو ندیم. اینا رو تک تکشون رو میگیرم کیر تو حلقشون میکنم، گرفتی؟ ولی اگه منم مثلا رضا گلزار قرار بود فیلم بازی کنم، تمام نباید فوش بدم دیگه، واسه اینجا بله همین فقط خوبا رو میخوندم، اینقدر مغزم اومد کنترل میکردم اصلا بعدا رو نخونم. مثلا حالا رضا گلزار نه هزار تا بازیگر دیگه، ولی چون به ارگانی ما وست نیستیم، بیادبا رو باید کیل کنیم تو حلقشون، اینو یادتون باشه. لایو 50 سنت پری هم همینه، اونا چون براشون مهم نیست که فوش میده کی نمیده، به همه فوش خارمادر میده. کاردی بی مثلا خواننده زن، نیکی میناج زن، اینا یادتون میگن خارمادر فلان و بیسار فوش میدن، کنسپتشون فوش میدن، چون اونا مثل ایران نیستن. ما هم همینیم دیگه، فوش میدیم برای شما بده، من خارجی فکر میکنم برای ما بد نیست، به همه که فوش میدیم، به بیادبا فوش میدیم. ولش کن کس خار هرچی بیادبه، از خودمون بگو داداش میبینم عشق میکنم قربونت برم داداش، من برو زیر بلیت شتلو، من 100 تا مثل تو رو شتلو برام باید خانوم بیارن، برم زیر بلیت اون کس کشه هیچی نداره، معتاد یه معتاد هم ملگوته. شما جذابیتت به فوش دادنه. مرسی مرسی عزیزم. نه کلن دارم میگم شما تو لایو 50 سنت برو اون سری یارو بهش میگفت سیا، گفت یه سیا هم زیلاپام دارم، فیلمش پخش شده بزنی تو اینترنت بیاد، میخوای بدم بخوره بدی به ننت، یعنی خوش دادن نمی نداره. چه عملی کردی اینقدر خوب لاغر شدی؟ عمل نکردم آخه انتر، مگه من چاق بودم لاغر بشم؟ یه ذره باتمات کرد و گردم مردم صورتم ازا پفتشون هر شب به خاطر مشروب بود. پفش کنی اونجوری لاغر شدیم به خاطر بیمارستان رفتنه دیگه. من اصلا یه سی بچه بهتون بگم، این خانوم بنده خدا خیلی داره هرس میخوره، میگه مثلا چی میگه؟ بابا همه چی گیر میدید، کسشر میگید، وقت جوابت میدید بهش گیر میدید، من حرف مردم شیرم هم نیست. اینو بهت بگم الکی تو هم ارس نخور، چه خوب بگن چه بد بگن، فقط میخونیم و میریم. سوشا مکانی یکی از اسطوره های پرسپولیسه، سوشا مکانی استقلالی نشده فکر کنم، دوست داره تیمو طرفدار سوشا، خیلی پسر خوب و بچه با پرستیجی و کسی که حقش هم تو پرسپولیس خوردن واقعا. دادا مشروب چی میزنی؟ عرق سگی داداش، به مولا زنگ میزنیم بچه محلامون عرق سگی میارن. داود تهران بودی ساکنه کجا بودیم؟ من تهران بودم چون تهران همش چیز بودیم دیگه، مثلا مستجر بودیم، یه بار میرفتیم لواسون خونه میگرفتیم شله، یه دفعه میمدیم فرشته الهیه، بعد یه دفعه میزدیم سعادت آباد، نمیدونم یه دفعه میزدیم پونک، یه دفعه میزدیم بلنجک، ولی بیشتر شمال و شمال غرب بودم. یه بار مثلا سمت شرق، مثلا شمال شرق بودم، مثلا لواسون مواسون، ولی خودم اصلیت بچه غرب تهرانم. غرب تهران بهت میگم همه ما رو میشناسن، مثلا نمیگم کجاش، مثلا آریا شهر هزار تا ایالت داره. مثلا
اصلا من شرق حالا نبودم، نظام آباد اصلا نمیدونم از کدوم بره، ولی رفیق اونجا زیاد دارم. برج جام جم همت اومده بودی، من برج جام جم بت اونجا هم بودم، برج پونک اونجا رو منظورمه، برج جام جم همت ویو رو به جنوب داشتیم، ویو شمال رو نشیم روی جنوب داشتیم، داشتم اونجا خونه دو خواب داشتم، اونجا زن داشتم، زنم طلاق دادم تو خونه، اون خونه به من نیفتاد اون برجه. یه ماشین میاد از پشت بزنه ماشینی تو داغون کنه، به تخمه بزنه. الان داوود کجایی؟ الان اومدم شمال. لباس چقدر خوشگله لامصب، قربونت برم. این لباس مهم نیست، عکس اینو دوست دارم. حال کارو همیشه تو زندگیتون، اینو جدی بهتون میگم، یه دونه اسطوره تو زندگیتون داشته باشید. حالا یکی فوتبالیست دوست داره، ولی مثلا صنفت هم واقعا فوتبال باشه. حالا نه مثلا یکی خلافکار تو فیلم دوست داره بره خلافکار باشه، منظورم این نیست. مثلا من بچگی آلپاچینو رو خیلی دوست داشتم، همیشه دوست داشتم مثل این موفق باشم از صفر تا صد. این فیلم اسکارفیسشو برید ببینید، خیلی بهتون انگیزه میده، یه کاری میکنه زندگیتون این رو به اون رو میشه. ببین قای این فیلم قویه، این یارو 81 سالش هنوز رئیس جمهورای آمریکا، میام بغلش عکس میگیرم با آلپاچینو، خیلی آدم بزرگی. تو اون فیلم یه حرفای میزنه اصلا بزرگ میشید. ولی تو زندگی همیشه یه نقطه داشته باشید، بگید آقا من میخوام بشم الکی، نه نبی بری بگی من میخوام بشم ترامپ، این کوسچره، منم نمیشم تو حال شادم بشی، خیلی ندرته. ولی مثلا تو زندگی که عشق علی دایی داره میگه من میخوام بشم علی دایی بهترین فوتبالیست مثلا آقای گل دنیا، یه روزی مثلا تو رویات میشی بهترین فوتبالیست از پرسپولیس و استقلال سردر میری از اروپا، اینا شدنیه، چیزای شدنیه. آخ چقدر گرمه، عالی، قربونت برم. همیشه تو زندگی نقطه چیز داشته باشید. این هواپیمایی که سریع داره میره مسافر، ولی ببین تندی نمیره که. بچه ها مردم آره بالاتر از اینا الگوی کسی بازیمون دابو تیفه تو نیست این خوشی بیمان پانه، این حرفا چیه؟ گوه اضافه میخوری نمیدونم این فلان فلان. قدر چند داشت همه میدونن دیگه، دو متر خیلی بلندم، به درد شما نمیخورم. این ایستایی های دیگه نوع ازره قدرشون در حال رشد فکر کنم، اونا 167 هم، من بلندترین اینستایی ایرانم. یه دونم دیگه هم تو این فیلمه بازی میکنه، اونم قدرش درازه. چی بود؟ نقی بود؟ چی بود؟ شو فیلمه ایدامیزا شمالیه، سارا و نیکا هم توش بودن، اون کسر تو پلند بود. بابا این قد بلنده اسمش یادم رفت. بابا در کی بدت میاد؟ از هیشکی. اسکول ریدی خودت دیگه سایت تبلیغ نمی کنی. مثلا نگاه کن این یه جوون مملکته، به جایی که آبجیشو بیاره من با آبجی صفا کنم، آبجیشو بیارم اینجا یه فشار بهش بدم، داره میگه سایت لایو ویت تو فالوورهای من، از 5 تا فالوور دارم بزنی لایو ویت، از برو تو اون صفا کن بازی کن لذت تو ببر. مادر جنده اینجا نشستی میگه خایه ندارم، من خایه هم اندازه هیکل تر کدومش وزنی ها انقدر هست، هر کدومش دوتا انقدری، ولی هر کدوم اندازه وزر خانوادته. از من 5 تا فالوور دارم، نگاه ریدم تو دهن اون پدرت. آقا اینجا رو نگاه کن که به تو سواد یاد داد. این پیج دوم همه درسته، تو یکی من 5 تا فالو 6 تا فالوور دارم. خب لایو تو نگاه کن وسطش میری بازی میکنی تو این بچه کیونی میلاد آتمی چی شد؟ من زیاد باهاش چیز نداشتم، حالا خدا نجاتش بده، رفت زندان دیگه، بدبختش کرد رفت زندان، خدا به پدر مادرش و خانواده‌اش رحم کنه. همین ببینید چی شد، چی شد بچه رو گایدینش رفت، حالا ببینید چی شد.
وعید قضایی چطور؟ وعیدم زندانه دیگه بابا، وعید کسخله، پشت رفته خوشو به جمهوری فاسد کثیف دروغگو دزد تخم حروم جمهوری اسلامی خوشو معرفی کرده. مگه اونا دین و ایمون دارن؟ پشت رفته به پای خود ایران یه آدم خلوز وعید قضایی، عقلش از دست داده، یارو هزار تا بدبختی اینجا کشید، آب مغزش خوش شده، انقدر مواد اینجا کشید، کسی که شما اونم کردید تو زندان حبس ابد بهش دادید، شرفتون رو گاییدم، رئیس اون دادگاه انقلاب رو ریدم تو دهنش، ریدم تو قبر اون بنیانگذارش. اون کسکش کی بود؟ اسم کسکشش چی بود؟ چی بود تمره اعدام میکرد قدیم؟ کسکش گور به گور شد، بدنش کرم زد، مرد بی شرف. کی بود؟ اسم کثیفش هم یادم رفته. بنیانگذارش رو گاییدم که این دادگاه رو درست کرده، همه جوان ها رو میگیرن بدبخت میکنن. ریدم تو ریش خامنه ای و دار و دستش. کسکش، من با خامنه ای خودم رو طرف میکنم. اسما چیه؟ افشار پنجک، حسن پسن پنجک، چی میگی کسکش؟ من با دولت طرفم، اسم منو تو مجلس میارن. این اسما چیه میاری؟ خلخالی، آفرین. این کسشیرا چیه این پایین میاری؟ من لات هم اسم لات و لوت این پایین. خلخالی کسکش. اینا نگاه مثلا این هموطن منه، میگه تو هم زودی میای ایران کلی بهت میخندیم. اون موقعی که رو کس ننه افتادم دارم میکنم یه دفعه بخندیم، بگو اه داوود کس ننه منو کرد. الان دیده حال میکنی من ننه تو بکنم، هزینه ها تو دیگه باید من بدم. انقدر هرس نخورم، من هرس نمیخورم، کیرم فقط تو دهنه اینا میکنم، اصلا هرس نمیخورم. باید بکنی تو حلقشون. این لایو هم بسته میشه انقدر کیرو چیز کردیم. داود یکم فش بده بده حال کنیم. داود ایران نمیاد بیاد چیکار کنه؟ نه با ایران، میگیم ایران چیه آقا؟ این کسچرا چیه؟ این دماغم گندست، بکن تو کس ننت اگه دوست داری، با کس ننت یه صفایی بکن. آخ آخ چقدر گرمه تو بمیری، خوارش رو راییدم. من داود از تطلب بدت میاد؟ نه من بدم نمیاد، من اصلا نمیشناسمش که بخوام بدم بیاد. نه مش پلش ملشتن، حالا خوانندگیش درست نامبر وانه، برای خودش میخونه، من کسا گوش نمیکنم، ولی آدم بیشرفیه. مثلا من دوست دخترها رو، مثلا دوست دخترایی که میزنم تو چونشونو سری میره دایرکت میده میای پیش من، مثلا دوست داره پا بذاره رو پای من. خارکوس من خواننده ام، مثلا بیا دوست دختر ما رو مثلا ببری، مثلا من دیگه کیرم هم حسابش نمی کنم، تو ببری بکنیش، میگه افتخاره جا کیری من بذاری، میگه افتخاره. دنبال این حرفاه، هر شبی بوگندو بگیره بزنه توش بیاد بگه من سلطانم. سلطان تو کیر منم نیستی، چه برسه سلطان. من همه خواننده ها رو گوش میکنم، آدم های جنده رو گوش میکنم، زد بازی رو گوش نمیکنم، این چونی گوش نمیکنم، این شتله چیه؟ کس شعر خونن، از آرزوهاشون میخونن. ما آمدیم رفتیم، دوتا بچه بود، بچه ها دورمون پنسیستا بود، اون یکی میگه آی من کسو کردم تو ولنجک، کردم تو چونش ترقه. این کس شعر ها به آرزوهاشون رو میخونن، هیچی هم از جلو ندارن. به خاطر 2-3 هزار دلار همون ور دنیا قاره پا میشن بیان این ور ترکیه کنسرت بذارن، 4 نفرم عرق بخورن، اینا بیان بخونن. فکرتون رو بزرگ کنید، موزیک پوزیکی ها رو رو کیرتون بذارید بخندید بهشون، فقط گوش کنید بره. یه موش آدم کسخول هم برای 4 تا آدم کسخول ب... خماری، آره خمارم، ای کاش اینجا بودی در آب واسه تو می آوردیم. بعد من یه سی بهتون بگم، الان همه تو منو میبینی 100% 100% میگی داوود کل دخترای اینستاگرامو کرده، همه خوبا رو کرده، با همه بوده. اونا دلیل داشته من با اونا بودم، ولی من این شلوار رو برای هر کسی پایین نمیکشم. تو گوشی نمیدونی من به چی میگم، اونایی که میدونن میدونن من هر کسی رو نمی کنم. هر چی به شما بگم میگه نه داوود دست رد به ایشکی نمیزنه.
من انقدر یارو بغلش نمیخوابم مغزش درد میگیره. داداش خوبی؟ جابون اینا رو کجا میاری؟ بابا یه دقیقه ما لایو گذاشتیم جونتو، اصلا نه کاری با کسی داریم. این مردم میشینن این میگن خامنه ای، اونور میان میگن تتلو، اونور بابا کسکش یا ما رو سیاسی کنید یا ما رو خواننده کنید یا ما رو اینستایی کنید، تکلیفشون معلوم نیست. به یکی بگید من خواهر اونو بگم، هر قدرتی هست گسته نه نه همه شون. آقا اینا رو از کجات میاری؟ نه اول من بگیدن از کجات چی؟ پوش میدم داشه منی، من اینجا دارم هر هر میخندم. ببین مثلا مردم که بیتیم مردم ما رو کیل کردن دیگه، هرسی منو در میارن من پوش بدم بخندن. خوبی؟ نه خوب میگی. چی؟ یارو چی تو بلنجک چی؟ کسیر آخه آهی میخونیم. من اومدم تو بلنجک کردم تو چونش نارنجک، نمیدونم ملق زدیم آی دوتا بنز اومد، چهار تا دختر اومد. کسیر از آرزوهاشون میخونن، مردم هم میدن اینجوری اینجوری میکنم، میگم وای اینا چه خفن هست. خواب بودم یه ذره داشتم چرت میزنه هرچی اومدم نخندم خندم. خوبی چه خبر؟ تو خوابم رفت خدا وکیلی ریدی تو خوابم. چه خبر؟ کجایی؟ رفتی کجا؟ اومدم اداره سند یه دقیقه اینجا منتظرم این پوله رو بگیرم، کسکش نمیده، وکیل رو فرستادیم تو. آره همه ملکای ترکیه رو گاهیدی ها. نه دیگه بعد داداش بخریم دیگه بخریم. میخوای چی کار داداش؟ ول کن فردا میریزن سر ملک پلکات میبرند. نه نه آخه چرا ملک خریدن من یه جون داره. نه تو دیگه خیلی داری میخری، میخوای چی کار؟ خب اینجا خوبه دیگه، اینجا سرمایه گذاری میکنیم، اینجا وطنمونه دیگه، هرچی ایران داشتیم اینجا میخریم دیگه. یارو آخه یارو رئیس، یارو رفیقمون تو هم اداره ملک بود، میگفت داشت هر روز بینید دو تا سه تا ملک به نام میزنیم. نه دو الکی ملکی نداریم. خوبه چه خبر؟ قربونت تو خوبی؟ چی کار میکنی؟ همه چی خوبه؟ بلشون کن اینا یه مش انوگو هن داداش. کجا رفتی؟ آره من اینجام، تو رفتی؟ ای چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ آم اومدم. آره میخوای یه دقیقه چی صحبت کنیم با؟ آره چی داشتم میگفتم یادم رفت. آره داشتم میخوابیدم همینجوری یه ذره خواب بودم، بعد دیدم لایو ات. میخوای منو تو هم یه رپ بخونیم؟ آخه ما واقعی میخونیم. های دورمون 10 تا دختر بود، من واقعا زنگ میزنم الان 50 تا دختر آرزوشونه بیان بغل من. آفرین. این الکی میگم دور ما 5 تا دختر بود، رفتیم بلنجک کردیم چونش بلنجک، نمیدونم. نه اینو که برگشتی گفتی یارو از این سر قاره دنیا میاد، این سر قاره دنیا به خاطر 3000 دلار یارو مس میکنه میان نشامینان بالا پای میپرن، یا واقعیت من یهو خندم گرفت. اینو جدی بهت میگم نمی. ببین حالا ما رفیقمون هرمن زیاد چجوری اینا رو آنالیز میکنی داوود؟ تو خواننده نبودی، رپر نبودی، چجوری اینا رو آنالیز میکنی؟ ببین من یه سری بگم، من تو همه چی اطلاعات دارم. مثلا تیم زد بازی 6 نفرن، همشون هم 20 ساله دارن آهنگ میخونن، انقدرم کیری فقط آهنگ خوندن، هیچ استعدادی ندارن، نه پولی از خوانندگی در آوردن، نه تونستن کنسرت بذارن. میان یه کلاب 500 متری رو میگیرن، 2-300 تا این نشه خورای استانبول هم میرن اونجا دیگه، زبل زبلش زبل زبلش 5000 لیر پول تیبلشه. کلا هم به اینا جون تو 3000 دلار اگه بیشتر بدن این توف کن صورت من. برنامه گذاراشون همه رفیقامونن، از یه قاره دیگه پا میشن میان دو تا قاره این ورتر میان اینجا بگن ما نمیدونیم کردیم دیچونش ولنج. این کسچرا مردم ها میگن وای دیدم رو صحنه عمو جی جی، نمیدونم چی چی سیجل، چی چی خایه، چی چی زد بازی، چی چی کیره خرزازی، نمیدونم این اینجا. اینا دنیاشون کوچیکه، دارم به مردم میگم دنیاتونو بزرگ کنید، حرف بدی نمیزنم. من یه بار رفتم، من یه بار تو یه بار رفته بودم تو یه جای، اصلا به قرار نمیدونستم کنسرت ایناست، بعد دیدم اینا دارن بالا پای میخونن، من همش سرگرم دوست دخترم بودم، اصلا نمیفهمیدم اینا چی میخونن. من فقط هر شب کلاب میرفتی میدونی، فقط دیدم کلاب یکی داره اینجوری بالا میپره پایین میپره بالا میپره پایین، نه نمیفهمیدم چی میگه. من تیبلمو داشتم. بعد تو مثلا خودت برو نگاه کن، مثلا خارجی یه جوری پیشرفت داره تو زندگیش، سالونو میره استادیوم پر میکنه، اینا دنبال اینا یه کلاب 500 متری رو پاک کنن، کس شعر بیان بخونن، تو چی بالایی، اون یکی بگه آی تو زیر تا دالایی، اون بگه زیر تا گزایی، بعد شبم بره خونه بگه ما رپریم. چرا تو کس نداری میگی داش؟ ما رپرای خوب نداریم، ما هرچی کس شعر خونه برای ما شده زپه، هر کی اومده اسم خودش شاه نجفی پلش. من با
با شکسپیر یه جا نشسته بودم با خاک و مادرم کسکش می برو برای من عدای سیاسی ها رو در نیاری اون چیز داره اون دشمن اون دشمن فرضی داره برای با خاک و مادرم با خاک و مادرم من موس میکنم کیرم تو دهن اون شاهین نجفی پلش یا مثلا حالا اون کنسرت نمیذاره یعنی میگم اونم جزء پلشته اینا خوشون خدایای رپ میدونن کسکشا با خاک و مادرم بوس به خاک و مادرم من میخوام بلان کسکش من رشتی رپر داریم ما رشتی آدم های خوبی هم من کنده خواهر رشتی رپر ما داریم آخه برو کنده بده آره خب میان دوست دارن دیگه بذار رپ بخونن اشکال نداره اسطوره شونه دیگه آره کسکش اسطوره اونا یکی دیگه بود ولی در کل اینا داداش دایره زندگیشون کوچیکه بعد یه ذره دایره زندگیشون رو باز کنن سلاخو باز کنن که بتونن نمیتونن داداش اینا تهشون اینه که بیان چهار تا به قول تو الان حرف قشنگی زدی آرزوهاشونو بخونن آرزوهاشونو بکنن تو ریتم بدن تحویل مردم آفرین آفرین کسشه آره از کسشه‌های زندگیشون بخونن یه چهار تا پلشت هم دور از جون از آدمایی که میرن طرفدارش میشن همون هم پلشتایی هم که زندگیشون همین شکلی بوده آفرین اگه رپ رشتی هم داریم داداش دیگه اون خارکوسه شاهین نجفیه میخونه دیگه خارکوسه میخونه با خاک و مادرم روز به خاک و مادرم کسشه دستش هم بشه کنده خواهد تطامتو زده باز گنگ گرفته اصلا ما رپر ایرانی درست حسابی نداریم آفرین آفر خدا وکیلی هم نداریم یه اصلا یه جمع کسشه خونن حالا حالا کاری ندارم حالا درباره شتله حرف زدی شتله رو من آهنگاشو دوست دارم کار تو کار خودش قویه رپ نمیخونه که اون همینجوری میخونه رپ خون نیستیم که نه آرنبی خونه خوبیه داداش خب من موزیک تو میدونی من موزیک سرم میشه آرنبی خونه خوبیه ولی شخصیتش خیلی کیری و کثیفه شخصیت خوبی نداره آفرین آرش من بخوام اینجوری ادامه بدم کل این ترکیه هزار تا آفرین آفرین داداش تو لایوم سند اوورد آقا عشق منی بریم یه اداره دیگه فقط از آره من تو لایوم الان بهت میام اصلشو نداد به من بعد بریم تو نه برو امینو نمیدونم باش آقا کیه سالار به این داوود بگو ول کنه بابا این داوود مامانتی رو خرید بگو ول کن دست میکشه آره آقا من لایو میرم بعدا بهت زنگ میزنم برو قربونت برو برو خدا